با این احادیث خیلی از مسلمان ها رو من تونستم بیدین بکنم. اگر نکته گفت خانم به خاطر اینکه این میمون زن زنا انجام داده بود، یعنی رابطه جنسی خارج از ازدواج انجام داده بود. اینا رفرنس هاشو دیگه رو صفحه میتونید ببینید کسایی که شک دارن، چون من حدیث هایی میخوام به شما نشون بدم امروز که پشماتون میرزه. برای سنی ها فرشته جبرئیل یا گیبریل جدا از وحی خدا خودش هم یه حرفایی رو زده. اگه مگسه اومد یه بالشو زد توی نوشیدنی و فرار کرد، اون وقت چی کار کنیم؟ بودو بودو باید بریم دنبال مگسه که بگیریمش. الان همه سنی ها باید قبول بکنن که دینشون دین چرت و پرتیه و باید کلن اسلام رو ترک بکنن. همین یه دونه حدیث کافیه. سلام به همگی، من آرمین نوابی هستم. اگر روی یوتیوب دارید نگاه میکنید لطفاً همین الان یک ثانیه وقت بذارید، برنامه رو لایک بکنید. کسایی هم که جدید اینجا اومدن حتما کانال رو سابسکرایب بکنید، زنگوله هم بزنید که هر موقع میریم لایو یوتیوب به شما خبر بده که لایو هستیم. برنامه هم که تموم شد لطفاً یک کامنت زیر ویدیوهامون بذارید، کامنت های شما و لایک های شما باعث رشد کانال میشه. لطفاً برنامه های ما رو به بقیه پیشنهاد بدین که کانال ما هرچی بیشتر رشد بکنه. ممنون میشم از همه شما، مرسی که هستین. آنا هم امروز اینجا با ما هست. سلام آنا عزیز. سلام بچه‌ها، به این کانال سابسکرایب کنید چون ما آتئیست ها هستیم و ما قهرمانیم. اوکی. امروز خواستیم چند تا حدیث با هم بررسی بکنیم. خیلی وقت به قول داده بودم اینو با هم انجام بدیم تو این برنامه، ولی این احادیثی که من دارم امروز استفاده میکنم صحیح بخاری و صحیح مسلم هست. کسایی که میدونن اینا معتبرترین احادیث اسلام هستن، یعنی اینا صحیح حساب میشن. اینا قسمت اساسی اصلی اسلام هستن و از اسلام حذف شدنی نیستن، و برای همین اصلا خیلی اکثر مسلمان ها با این احادیث آشنا نمیشن. من خیلی موقع ها مسلمان هایی که این احادیث رو بهشون نشون دادم اصلا پشمشون ریخته. با این احادیث خیلی از مسلمان ها رو من تونستم بیدین بکنم، برای همین خواستم این ابزار رو این به شما نشون بدم. چون واقعا بگو انا، میخوای یه چیزی بگی؟ یه سوال دارم، آیا مسلمانان شیعی هم برای آنها صحیح مسلم و صحیح بخاری هم مهم هستند یا نه؟ چون برای شیعی ها میدونم که خیلی رفیق های از پیامبر برای شیعی ها بد هستند، مثل عایشه. خب آره. این سوال من. نه، احادیثی که شیعه ها قبول دارن بیشتر از کتابی، یک کتاب میاد به اسم کافی نهج البلاغه، یکی مایکل هم هستش، دمت گرم مایکل، بگو. شیعه ها 4 کتاب معروف دارن، مثل سنی ها نیستن که کتاب صحیح داشته باشن. حدیث ها رو جمع کردن و نوشتن، مثلا از جمله اصول کافی خیلی توش حدیث نوشته، و یک کتاب دیگه هم که توش خیلی خیلی هرچی حدیث اینا شنیدن توش نوشتن، کتاب بهار الانوار که 110 جلده، یعنی از هر کور و کچل اینا شنیدن رفتن نوشتن اون حدیثو. برای سنی ها فرشته جبرئیل یا گیبریل جدا از وحی خدا خودش هم یه حرفایی رو زده که برای سنی ها اون هم حدیث حساب میشه. اوکی، خب بریم سراغ احادیث جالب از سنی ها، اینا رو یکی یکی نگاه میکنیم. خب این حدیث از حدیث بخاری، حدیث 3849، کتاب 63، حدیث 75، جلد 5، کتاب 58 و حدیث 188. اینا رفرنس هاشو دیگه رو صفحه میتونید ببینید کسایی که شک دارن، چون من حدیث هایی میخوام به شما نشون بدم امروز که پشماتون میرزه و ممکنه باورتون نشه. میگه که آرمین رفته از یه وبسایت ضد اسلامی اینا رو به ما نشون میده و امکان نداره که اینها قسمتی از اسلام باشه. برای همین من رفرنس هارم رو صفحه میتونید خودتون نگاه بکنید که برید ببینید و چک بکنید که ببینید این احادیث درسته یا نه. During the pre-Islamic period of ignorance, I saw a she-monkey surrounded by a number of monkeys. They were all stoning it because it had committed illegal sexual intercourse. I too stoned it along with them. میگه در دوران جاهلیت، در دوران قبل از اسلام در مکه، من یک میمون زن دیدم، یک میمون ماده دیدم
که دورور این میمون میمون‌های دیگه بودن و داشتن این میمون زن رو سنگسار میکردن به خاطر اینکه این میمون زن زنا انجام داده بود، یعنی رابطه جنسی خارج از ازدواج انجام داده بود. و برای همین من وقتی که دیدم این میمون‌ها دارن این رو سنگسار میکنن، من هم رفتم و این کمک کردم به بقیه این میمون‌ها و اون میمون زن رو باهاشون سنگ همکاری کردم و سنگسار کردم. و این عجیبه چون من میدونم میمون‌ها معمولاً همدیگه رو سنگسار نمی‌کنن و میمون‌ها اصلا ازدواج ندارن که بخواد رابطه جنسی خارج از ازدواج داشته باشن. میمون‌ها بگو هانا جان. همچنین میخوام بگم که بین میمون‌ها اگر خارج از ازدواج ارتباط جنسی داری، این فقط 100 ضربه هست، این هنوز سنگسار نیست. آره، پس انا داره میاد میگه که پس مجازات سکس قبل از ازدواج شلاقه. برای اینکه شما سنگسار بشی شما باید ازدواج کرده باشی و خارج از اون ازدواج رابطه جنسی داشته باشی، اونه که مجازاتش میشه سنگسار. پس این میمونه حتما ازدواج کرده بوده و باید یه رابطه جنسی داشته که الان دارن بقیه میمونا سنگسارش میکنن. من اینو نمیدونستم، انا الان داره به من اینو یاد داده، من اینو نمیدونستم که قوانین اسلام. من خیلی در مورد ارتباط جنسی خارج از ازدواج میدونم در اسلام. نمیدونم چرا ولی این موضوع برام خیلی جالبه. فرق زنای محسنه و زنای معمولی رو گفت و درست هم گفت آنا. درست گفت. حالا یکی اینجا توی چت پرسیده عاقدشون کی بوده، کی اومده اون میمونه رو که ازدواج کرده عقدشون رو خونده. این سوال بزرگه. بعد آیا میمون ها تنها حیواناتی هستن غیر از انسان که ازدواج میکنن؟ یعنی مثلا خرم ازدواج میکنه، مارم ازدواج میکنه، یا فقط انسان هست و میمون؟ برای اینکه شما بخوای رابطه غیر عرفی داشته باشی برای میمونه باید ازدواج هم داشته باشی. بعد حالا برام سوال اینجاست، چرا این رفته چرا کمک کرده به این میمونا که سنگسارشون بکنه؟ خداشان سنگسار رو میگه. این کلی سوال برای من هست، من نمیدونم دیگه. بله نمیفهمم چرا اینجا میگویند که میمون مؤنث بود، میمون زن بود، چون همچنین برای میمونهای مذکر، میمونهای مردان این هم سنگسار باشه. حکم زنا در اسلام برای مرد خیلی شدیدتر از زنه. آها، اوکی، چه جالب. راست میگی نکته. آره، اینو نکته درستی گفت آنا. گفت چرا میمون مرد رو نیومدن سنگسار کنن؟ این هم سواله. آره. من فکر میکنم میدونین کاربرد این حدیث چیه؟ حالا جدا از اینکه خنده داره و مسخره است که اینا همچین حدیثی دارن، من فکر میکنم کاربرد همچین حدیثی اینه که بگه که قوانین الهی قسمتی از طبیعتند. یعنی حتی ببین داره اشاره میکنه به پری اسلامه، یعنی داره درباره زمان جاهلیت صحبت میکنه، درباره زمانی که اسلام نیومده، و داره اشاره میکنه که ببین دو تا نکته هست، قبل از اسلام و در میمونها، یعنی در طبیعت. یعنی به نظر من کاربرد این حدیث اینه که بیاد بگه که چیزی که شما قرآن بهتون وحی کرده و اسلام بهتون نشون داده روش درست زندگیه، قبل از اینکه اصلا اسلامی باشه در دل طبیعت نهفته شده. یعنی قوانین خدا مثل ریاضیه، مثل زیسته، مثل شیمیه، نهفته شده در دل طبیعت. ببینید در دین یهودی سنگسار برای خیانت کردم هم داشتند در گذشته. آره، در دین یهودی. و در مکان دیگر در قرآن میگویند که یهودیان به میمونها تبدیل شوند. پس شاید میمونها اینجا یعنی یهودیان. یهودیان نکته گفت آنا. اوکی، آیت الله انا الان داره ریز ریز اینا رو برام در میاره. آیت الله انا رمتگانی در شهر رمتگان متولد شدم، الان اونجا زندگی نمی کنم ولی در شهر رمتگان متولد شدم، پس انا رمتگانی. آیت الله انا رمتگانی. اوکی. بریم سراغ حدیث بعدی.
اوکی این حدیث، اینم حدیث بخاریه دیگه، رفرنسشو بخونم براتون. این حدیث 3320 کتاب 59، حدیث 126 جلد 4 کتاب 54، حدیث 537. خب دیگه رفرنسشو دیگه میبینین روی صفحه که ببینین کدوم حدیثه. اینم صحیح بخاریه، یعنی این کاملا معتبر توی برای سنی ها. میگه the prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam said, if a housefly falls in the drink of any one of you, he should dip it in the drink and take it out, for one of its wings has a disease and the other has the cure for the disease. میگه اینجا حضرت محمد میفرمایند که اگه یک مگس افتاد توی لیوان شما، تو لیوان آب شما، تو نوشیدنی شما، باید قبل از اینکه اون آب رو بخورید باید مگسه رو کاملا در اون آب فرو بکنید، به خاطر اینکه هر مگسی توی بالش یه سم هست و توی بال دیگهش حاد زهر اون زهره رو داره. برای این حضرت محمد اینجا میفرمایند که اگه یه مگس افتاد تو نوشیدنیتون، مطمئن باشین که کاملا مگسه رو تو نوشیدنیتون فرو بکنید که اگه زهره اومده باشه تو نوشیدنیتون، پادزهره هم حتما تو نوشیدنیتون بره که باعث بشه که مریض نشید وقتی که دارید اون نوشیدنی رو میخورید. این هم حدیث آقای محمده. این خودش باید کافی نیست که بتونیم همه اسلام رو بزنیم، یعنی من فکر کنم دیگه هیچ که سنی نباید مسلمون بشه، چون سنی ها ببینید ما توی سنی ها 4 تا مکتب که بیشتر نداریم، همه 4 تا مکتب سنی ها هم تمام این احادیث رو به طور کامل قبول دارن. یعنی ما الان چون میتونیم نشون بدیم تو دنیای علم که توی بال مگس نه زهری وجود داره نه پادزهری وجود داره، الان تمام مسلمانای سنی باید بیان قبول بکنن که این محمدشون زر مفت زده اینجا و حضرت محمد یه چیزی گفته که غلطه. این همه احادیث مختلف داریم که نشون میده حرفای محمد مزخرف کامله، ولی یه دونش هم کافیه. لازم من دیگه لازم نیست از دیگه قرآن رو بخونم، بقیه احادیث رو بخونم. الان همه سنی‌ها باید قبول بکنن که دینشون دین چرت و پرتیه و باید کلا اسلامو ترک بکنن. همین یه دونه حدیث کافیه. اگه مگس اومد یه بالش رو زد توی نوشیدنی و فرار کرد، ما چی کار کنیم؟ بودو باید دنبال مگسه که بگیریمش. حالا ولی تسلا هم این نکته اشاره کرد، تسلا جوابشون رو داد. دقیقا تسلا دقیقا میدونه که مسلمان ها چی جواب میدن. تسلا میگه نه، شما درک نمی کنی و هنوز کشف نکرد. یعنی ممکنه یه چیزیه که دانشمندا هنوز کشف نکردن، یه چیزیه که بعدن کشف خواهند. این جواب درسته، این بیشترین جوابیه که مسلمان‌ها توی همچین باید در مورد این موضوع تحقیق بکنیم از بیماران با درمون حشری معنی دیگه هم داره. انها حالا مراقب insect cure حشره‌ای باید بگی، حشری میشه turned on horny شهوتی آفر خودش شهوتی دقیقا. ولی بچه اگه کسی هم این جواب داد بهشون بگین که این چرت محضه، به خاطر اینکه اگه بال مگس زهر و پادزهر داشته باشه، بررسی این از لحاظ علمی خیلی کار راحتیه. بریم سراغ حدیث بعدی. اینم صحیح بخاریه، حدیث 6257 کتاب 59، حدیث 31 جلد 8 کتاب 74، حدیث 274. این سه تا رفرنس مختلف. ما توی حدیث‌های سنی سه نوع رفرنس مختلف داریم برای اینکه شما بتونید این حدیث رو پیدا بکنید. یه رفرنس اولش میشه حدیث 6257، رفرنس دومش میشه کتاب 79 حدیث 31، رفرنس سومش میشه جلد 8 کتاب 74 حدیث 274. اینا روش‌های مختلف تقسیم بندی احادیث هست توی برای سنی ها. حالا این حدیث چی میگه؟ میگه الله مسنجر صلی الله علیه و سلم said, when the Jews greet you they usually say as-samu alaykum means death be on you, so you should say in reply wa alaykum and on you. اینجا حضرت محمد میفرمایند، این یه حدیث از ازشون که میگن یهودیا وقتی که به شما سلام میکنن، وقتی به شما درود میگن، معمولا میگن که مرگ بر شما، یعنی
به جای که بگن السلام علیکم میگن که مرگ علیکم، مرگ بر شما. و محمد اینجا به شما میگه وقتی که به شما یهودی ها به شما میگن مرگ بر تو، بگین به علیکم، یعنی همون مرگ بر خودت، مرگ بر خودت. اینجا محمد داره میگه که چجوری جواب یهودی ها رو بدین وقتی که برای شما آرزوی مرگ میکنن. نظرت چیه؟ میگه در واقع میگه خودت. من فکر میکنم که این فقط یهودیان که در کنار محمد بودند، چون چیزی مثلا در دین یهودی یا زبان عبری نداریم. ما سلام علیکم داریم و این در عبری میشه شلام علیکم. بچه توی عبری خیلی از چیزایی که شما تو عربی آداب و رسوم عربی رو شما تو همون آداب و رسوم رو توی عبری هم میبینید. فقط کافیه که سین رو شما تبدیل به شه، صدای سه رو تبدیل به شه بکنید، صدای ه و صدای که رو خیلی موقعا میتونید تبدیل به خه بکنید و این عرب ورژن عبریش میشه. مثلا سلام علیکم، یهودی ها معمولا به هم میگن شلام علیکم، علیکم 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 علیکم، این میشه ورژن عبریش. خیلی عرب ریشهش آرامیه، یا اینکه باید بگیم آرامی عبری و عربی ریشه سمتک داره؟ اینجوری به درست تر نیست ایوان بگیم؟ میخوام بگویم که عربی از عبری کمی دورتر از آرامی هست. خب پس من بیشتر آرامی آرامیک میفهمم. بله میفهمی. آها ببینید درسته اینا همه‌شو من سمتیک، مرسی اصلا توی چت گفت سمتیک ورژن انگلیسیشه، به فارسی میشه سامی. هم آرامی هم عربی هم عبری، اینا سه زبان سامی هستن و عبری و آرامی به هم نزدیکترن. عربی یه مقدار از این دوتا دورتره، برای همین آنا میگه که زبان آرامی رو بهتر میفهمه. آرامی هم بچه زبانی که عیسی مسیح صحبت میکرده زبان آرامی بود، یعنی سه دین ابراهیمی سه تا زبون از سامی جدا کردن برای خودشون دیگه، این عربی و عبری و اونم آرامی. اوکی چه جالب. سه تا دین ابراهیمی داریم و سه تا زبان سامی داریم که به این سه تا دین ابراهیمی رب دارن. چقدر جالب، این نکته جالبی بود. این حدیث اینو من از کسی هم شنیدم. میگه چی میگه؟ میگه یهودی‌ها که دارن به مسلمان ها سلام میدن، در واقع اون سلامی که دارن میدن این داره به شما مرگ میفرسته، همون کلمه رو استفاده میکنه، ولی داره به شما مرگ میفرسته. شما میخواید جواب اینو بدید، مستقیم بهش نگید سلام و مستقیم بهش نگید مرگ بر تو، بهش بگید و همینطور تو که اون مرگ رو برگردونید، اون چیزی که منظورش رو برگردونید. او چقدر خطرناکه این، یعنی شما هر یهودی اون وقت بیاد به شما سلام بکنه، شما تصورتون اینه که این داره به من میگه مرگ بر تو. ای بابا ببین، محمد چون میخواست یهودی ها مسلمون بشن، اومد گفتش من پیامبر همون خدای شما هستم، و یهودی ها اومدن تستش بکنن، یعنی اگه تو پیامبر خدایی اینو جواب بده، اونو جواب بده، کلی ازش سوال کردن. بعد محمد کلی جاها جواب خوب نداشت، کلی جاها بلد نبود که مثلا درست جواب بده، و برای همین محمد کلی بعد از مدتی کلی اعصابش خورد شده بود از این یهودی ها، و می اومد هر جایی هم که اشتباه میکرد بهونه می آورد که چرا مثلا نه من دارم درست میگم، شما کتاباتون مثلا عوض شده و اینا. یعنی یهودی ها داشتن تستش میکردن و چون محمد نمیتونست جوابشون رو بده عصبانی شد. اولش خیلی علاقه داشت که یهودی ها رو مسلمون بکنه، بعد از این مدتی دیگه هرس میخورد از این یهودی ها و به شدت یهودی ستیز شد. یهودی های مدینه ثروتمند بودن و تجارت مدینه دستشون بود، این رسول الان بحث بروندینی شد دیگه، خواست خودشو حمایت مالی اینا رو داشته باشه، اصلا برای همین هم دینشو برد سمت این که از اینها گرفته شده. بعد وقتی فهم کردن حمایتش، وقتی دیدن نمیتونه، بعد زد تو کار جنگ و این گرفتن قلعه هاشون و این حرفا به بهانه‌ای بود.